الله الرحمن الرحیم به نام خداوند آفریننده زمان و زمین همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هشتم سلام روزتان خوش وقتتان بخیر انشالله که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته ایتان خوب خوب مطالعه کرده باشید و یاد گرفته باشید با یک جلسه دیگه از مضمون بیولوژی سنف هشت مهمان خانه های شما هستیم ابتدا درس گذشته را با یکدیگر ارزیابی داشته باشیم و بریم ببینیم امروز چی چیز را میخوایم یاد بگیریم خب شاگردای خوب در جلسات گذشته ما و شما حیوانات فقاریه را با خواندن جانداران یا به عبارت گروه پستانداران به پایان رساندیم حالا سوالاتی که از درس گذشته بسیار مهم هست را با یک دیگر میخوانیم تا ببینیم آیا میتونیم جواب درست بدیم یا نه اینشالله که همه شما پاسخ صحیح بدیم پوست بدن پستانداران چگونه است؟ شما به خاطر دارید که در دا جلسه گذشته گفتیم همه پستانداران بدنشان یا پوست اونها یا از مو یا پشم و یا پر پوشیده شده البته این پر باز در استثناعاتی هست که در جلسه گذشته خواندیم آیا همه پستانداران بچه زا هستند آفرین به او شاگردی که گفت نه همه بچه زا نیستن ما یک جاندار داشتیم که به نام پلاتیپوس بود که تخمگذار بود پس همه پستانداران بچه زا نیستن سوال سوم کدام پستاندار پرواز میکنه ای همو جانداری بود به نام خفاش که یک نو پستاندار بود که پرواز میکرد به نام شپره های چرمی یا خفاش اونها را میشناسیم پستانداران بر اساس نوع دندان به چند گروپ تقسیم میشه خب از روی نوع دندان یا علفخارن یا گوشت خارن و یا همه چیز خار. سوال بعدی مغز پستانداران در مقایسه با سایر جانداران چه ویژگی داره؟ ما و شما گفتیم که در جلسه گذشته مغز پستانداران نسبت به جسه یا جسامت اونها نسبت به سایر موجودات بزرگتر است. آیا نوزادان تمام پستانداران در دوران جنینی در بطن مادر هستند؟ خیر یادتان آید یک نو پستانداری که نوزادانشان نارس به دنیا می آمد و یک مدت زمانی را در کیسه های مادرشان سپری می کردن و همو کانگروها بود آیا همه نوزادان بعد از تولد از شیر مادر استفاده می آفرین به شاگردایی که گفتن بله همه نوزادان بعد از تولد از شیر مادر استفاده می کنن. یعنی پلاتیپوس تخم گذاره اما زمانی که نوزادش از تخم بیرون آمد از شیر مادر برای رشد استفاده می انواع پستانداران را نام ببرید ما پستانداران تخم گذار داشتیم مانند پلاتیپوس پستانداران کیسدار داشتیم مانند کانگرو و پستانداران جوردار یا جفتدار داشتیم که بیشتر چارپایانی چون گاو و گوسفند و اولاغ و غیره شامل ای بخش می خوب شاگردای خوب و عزیز دو حیوان یا دو جاندار فقاریه از درس پیش باقی مانده بود یکی خرس و دیگری روباه قطبی هست که یک سری مطالبی را باید شما در رابطه با اینها بدانید و اونها چون تا سنف دوازده باز مجددن اینها را میخوانید پس در حد کتاب شما ما مطالبی را برای شما عنوان میکنیم اگر شما علاقه من بودین شالا خود شما برین و مطالعه کنید و شگفتی های زیادی را در رابطه با زندگی حیوانات بدانید این روباه سفید و زیبایی که در سمت راست آمده روباه قطبی هست این روباه قطبی بدنش اگر دقت کنید متراکم ترین یا بیشترین خز رده بین جاندارانی که بدنشان خز داره به خود اختصاص میده چرا که اینا در مناطق قطبی زندگی میکنه و مناطقی که بسیار دمای هوا در اونجا پایین و سرد است گفته شده که حتی این روباهای قطبی دمای منفی چل تا منفی هفتاد درجه سانتیگراد هم میتونن تحمل کنن و رنگ سفید اینها هم به خاطر استتار شدن در بین برف ها هست چرا که از خرس های قطبی اینها فرار میکنه یعنی فقط خرس های قطبی هست که میتونه اینها را شکار کنه خب جالب بدانید که روباهای های قطبی بسیار موجودات زرنگی هستند اینا یک پستانداران زرنگی هست که زیاد به خود زحمت نمیده بلکه همیشه به تعقیب خرس های قطبی هستند جالب است بدانید خرس ها اینا رو میخورن اما اینا به دنبال خرس قطبی میگردن. میدانید چرا؟ آفرین به او شاگردهای خوبی که گفتن اینا واقعا هیلگرند. چرا که در یک جایی پنهان میشن خرسای قطبی که تومه های خود شکار کردن و خوردن از باقی مانده شکار اونها روبه های قطبی میرن و تقضیه میکنن البته در کنار اونها جوندگان کوچک مانند موش را هم اینا شکار میکنه موجودات کوچک را هم اگر به گیر اینا بیفته به اونا رحم نمیکنه خرس قطبی طول بدنشان از نیم متر تا یک متر و دومی نسبتا در حدود سی سانتی متر هم اینها دوم داره پاهای کوتاهتری تری هم دارن میبینین که نسبت به روباهایی که در خشکی هستن که گوش های بلندی دارن روباهای قطبی گوش های کوتاه و گردی رو دارن که این به خاطر شرایط زندگی آب و هوایی هست چرا که اینا گرمای زیاد را دست ندن به همین خاطر پوشیده از خز هست و کوتاه و گرد هست روباه قطبی بیشتر زندگی انفرادی رو دوست داره یعنی زیاد تمایل به زندگی گروپی نداره خب معمولا روباهای قطبی دو به دو رنگ ما اونها رو میبینیم در فصلهای های سرد سال رنگ اینها سفید و در فصلهایی هایی که گرمتر میشه یا اینا به مناطق گرمتر اگه برن رنگ خز اینها قهوه‌ای تا سرخ میشه که او به خاطر تغییر دما و استتار با محیط هست خب اینها شاید تا ده سال هم عمر بکنه و وزن اینها معمولا به طور متوسط چار کیلو هست اما به نه کیلو هم وزن اینها میرسه خب این روباها یه از جمله حیواناتی هست که در بیشتر در مناطق قطبی هست در شمال کانادا، آلاسکا و شمال اروپا و شمال قاره آسیا در مناطق سرد ما روباهای قطبی را رو میبینیم پوست اینها هم در صنعت تجارت بسیار هم طرفداران زیادی رو داره و بسیار هم گران قیمت است به خاطر همو خزه های نرم و انبوهی که به سطح بدن اینها قرار دارن خب در هر بار باروری روباها اینا تا پنج بچه را به دنیا میاره و بچه های اینها در فاصله هشت ماه تا یک سالگی دوران بلوغ طی میکنه و بلوغش کامل میشه و زندگی مستقلی را در پیش میگیره اما این پستندار دیگر که میبینین به نام خرس هست خرس ها هم دو نوع هست هم قطبی داریم و هم خرس های غیر قطبی داریم که خرس های قطبی در مناطق قطب زندگی میکنه یعنی اینا از نیمکره شمالی گرفته تا کره جنوبی ما این خرس ها را میبینیم فعلا در حدود 6 الی 8 نو از گونه خرس ها باقی مانده این خرس ها یک موجودات بسیار قدرتمندی هم هست می با خزه ها یا همی به اصطلاح پشم های بلند اینها گوش های کوتاه و پوزه کشیده دارند پاهای کوتاهی را هم دارند و پوست بسیار در واقع این تو میشه گفت چاق پر چربی را داره چرا که خرس ها به خواب های زمستانی میرن یعنی در فصلهای های سرد سال اینها به خواب میره در بین این خرس ها دیده شده تا صد روز پشت سر هم اینا میخوابن و از او ذخیره های چربی زیر پوستشان استفاده میکنن خب این خرس ها از لحاظ اندازه با هم فرق میکنه خرس های قطبی به رنگ سفید هست تا دو نیم متر قد داره اما خرس های جنگلی یا به عبارت خرس های قهوهی تا 1.5 متر اینها قد داره خب اینها تا سی سال هم ممکنه عمر بکنه اگه شرایط زندگی برایشان مناسب باشه جالب است بدانید که خرس‌ها ها تا زمان اینکه بچه های اونها به دنیا نیامده زندگی گروهی و قبیله ای را ترجیح میدن اما بعد از تولد بچه های خرس ها نگهداری و تهیه غذا و هزینه یا به عبارت زحمت نگهداری نوزاد یا بچه خرس ها کاملا به عهده مادر هست خب باز انشاءالله اگر شما دوست داشتید میتونید خود شما کتاب های علمی را بخوانید و چیزهای زیادتر و بیشتری را با ای پستانداران قطبی آشنا شوید اما ما و شما میدانیم که کشور عزیز ما افغانستان یک کشور کوهستانی هست یعنی یک مکان بسیار مناسب یک شرایط بسیار مناسبی برای زندگی پرندگان و پستانداران هست ما میتونیم بگیم که در کشور ما افغانستان عزیز حدود 500 پرنده و 129 پستاندار زندگی میکنه و بسیاری از طبیعت کشور ما و شما هنوز بکر و دست نخورده هست به همین خاطر هست که ای پرندگان و ای پستانداران در مناطق کوهستانی زندگی بسیار خوبی را داره اما اینها هم امروزه با خطراتی روبرو هستند ای که چه چی چیزایی یا چه چی خطراتی را ای پرندگان و پستاران داران در پیش رو داره یکی شکار هست شکار بی حد و مرزی ای حیوانات هست که به گونه رسمی یا غیر رسمی ای حیوانات نادر قاچاق میشه و به خارج از کشور فرستاده میشه به همین خاطر هست که به خاطر شکار بی روی ای حیوانات نسلشان در افغانستان رو به انقراض هست و دیگری با از بین رفتن جنگل ها بسیاری از مردم ما و شما از جنگل ها و از درختان به عنوان سوخت برای گرم کردن منازل یا نجاری و ساخت الماری ها از قطع جنگل درختان جنگل پرهیز نمی کنه و نمی که با از بین رفتن جنگل ها این حیوانات محل زندگی اینها تغییر می کنه و اینها جابجا میشن به عبارتی با از بین رفتن جنگل ها اینا مجبور جا به جابجایی هستند و گاهی وقتا این جابجاییها ها سبب میشه که حیات و زندگی آنها به خطر بیفته از نظر شرایط آب و هوایی از نظر ای که از دشمنان خودشان دور نمیمانند و به وسیله حیوانات و شکارچیان دیگه اینها سید و یا شکار میشه این دو خطر عمده ای هست که ای حیوانات در کشور ما و شما با اونا روبرو میشن اما حیوانات فقاریه چه ارزش هایی را برای ما و شما دارند ابتدای از همه ماهیان هست که کشور ما و شما الحمدلله به خاطر داشتن منابع آبی فراوان دارای انواع ماهی ها هست که این ماهی ها هم جنبه یا ارزش اقتصادی را برای ما و شما داره چرا که به عنوان یک منبع غذایی هست و اگر انشالله زمانی راه صادرات به کشورهای دیگه مهیا باشه افغانستان میتونه ماهی های زیادی را به عنوان منابع غذایی چه به صورت ماهی تازه و چه به صورت تون ماهی صادر کنه خب از طرفی این ماهی ها برای ما و شما ارزش غذایی بالایی داره غیر از پروتئینی که برای ما و شما تامین میکنه منبع غنی و سرشار از ویتامین های آ و ویتامین دی هست می دانید که ویتامین آ بعد از زردک یا هویج در ماهی هم زیاد وجود داره و در درمان اختلالات بینایی شبکوری ها کمبینی ها بسیار مفیده ویتامین آ در تقویت سیستم دفاعی بدن نقش داره و ویتامین دی هم در سلامتی استخوان ها و دندان ها خب ای هم تاثیر ای ویتامین ها در رشد و نمو بود پرندگان بسیاری در افغانستان نگهداری می شه. مخصوصا پرندگانی که سخنگو هستند غیر از توتی ما درصد و تنوع زیادی از پرنده هایی که به نام مرغ مینا یاد می شه در جای جای افغانستان داریم که پرندگان بسیار زیرک و باهوش هستند و میتونن تقلید بکنن صدای انسان را و صحبت بکنن خب پرندگان ابتدا در از نوع حتی پرندگان وحشی را هم به عنوان منابع غذا و پوشاک مورد استفاده قرار میدادند یعنی پرهای اونها را جمع میکردن و در مابین لباس ها برای گرم نگه داشتن بدن انسان ها استفاده میکردن خب تجارت پرندگان سخنگو چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی یعنی چه از طریق دولت و چه از طریق قاچاق امروزه ادامه داره باید جایگاه خاصی برای نگهداری پرندگان تهیه شوه یک حیات وحش یا یک فضایی را باید برای این پرندگان در نظر بگیره تا که ما از خطر انقراض این پرندگان دور شویم و خدای نخواسته به روزی نرسیم که بگیم آخرین مرغ مینا یا آخرین توتی یا آخرین پرنده در کشور ما و شما با خطر انقراض روبرو هست دیگه از پرندگان در کشور ما و شما زیاد استفاده میشه از گوشت اونها به عنوان مواد غذایی از مرغ گرفته تا شتر مرغ و از تخم اونها هم استفاده میشه و پرندگان ما پرندگان اهلی هم داریم که معمولا در محل زندگی ما و شما اینها یک موجودات بیازاری هستند و خیلی هم سودمند اهلی شدن حیوانات یک چیز جدای ناپذیر از زندگی بشر هست یعنی بشر در جای جای کره زمین که زندگی میکنه حیوانات را چه برای رفع نیازهای جسمی مثلا برای غذا و پوشاک و غیره اونها را اهلی میکنه و در خدمت خود میگیره چه برای نیازهای روحی مثلا پرندگانی را در داخل قفس نگهداری میکنه تا از آواز و صدای اونها لذت ببره و گاهی وقتا حتی برای حفظ امنیت و آرامش خودشان این کار انجام میدن جالبه بدانید اولین حیوانی که در افغانستان اهلی شد سگها بودن که بسیار حیوانات وفاداری هستند خب ما غیر از سگها چهارپایان دیگری را هم داریم که امروزه در زندگی ما و شما نقش زیادی داره یا حداقل می بینیم که در زندگی سایر مردم اینها بسیار مفید هستند از اسب ها گرفته تا گاو، الاغ، گوسفند، بز و حیوانات نظیر اینها که ما از گوشت اونها، از پوست آنها، از شیر آنها و حتی بعضی از اونها کار حمل و نقل بار ما و شما را هم بر ما انجام میدن خب در کنار اینها ما از کود طبیعی و فضولات این حیوانات هم میتونیم استفاده بکنیم و در مزارع کشاورزی و در کشتارهای خودمان هم از اونها بهره ببریم خب شاگردای خوب انشالله که درس امروز چیزای مفید و زیادی را به شما یاد داده باشه ما و شما باید با حیوانات مهربان باشیم و اونها را به دید یک حیوان نبینیم بلکه به دید یک موجود زنده یا یک موجود دوست داشتنی که برای ما و شما سود و فایده زیادی داره ببینیم خب عزیزان شما را تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم درستان خوب خوب بخوانید انشالله که همه شما تا جلسه بعدی در پناه خدای بزرگ و مهربان صحیح و سالم باقی بمانید خدایا رو نگهدار شما